استادان بسیار، زندگی های بسیار. دکتر برایان ال وایس، زهره زاهدی. من می دانم که برای هر چیز دلیلی وجود دارد. شاید در لحظه وقوع یک رویداد روشنبینی و بصیرت درک علت آن را نداشته باشیم، اما به یاری گذشت زمان و بردباری بر ما روشن خواهد شد. بر کاترین هم چنین گذشت. اولین بار در سال 1980 هنگامی که 27 سالش بود با او آشنا شدم. به مطبم اومده بود تا کمکش کنم بر اضطراب، حملات دلهوره و ترس غلبه کنه. هرچند که این علائم از کودکی گریبانگیرش بود، این اواخر بسیار شدیدتر شده بود. روز به روز خودش رو از نظر عاطفی ناتوانتر احساس می کرد و برای انجام کارهاش انرژی کمتری می یافت. ترسیده بود و به شکل قابل درکی افسرده بود. برخلاف بی‌نظمی که در اون زمان بر زندگیش حاکم بود، زندگی من هموار و بی مشکل در جریان بود. زناشویی مناسب و باثبات، دو فرزند خردسال و موقعیت حرفه‌ای در حال شکوفایی داشتم. زندگی من از همون اول همواره روال منظم و مستقیم داشت. در خونه‌ای گرم و صمیمی پرورش یافته بودم. موقعیت‌های تحصیلی به آسانی به دست اومد و در سال دوم کالج تصمیم گرفتم که روانپزشک بشم. در سال 1966 با نمره‌های عالی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک فارغ التحصیل شدم. سپس در دانشگاه پزشکی دانشگاه ییل به تحصیل پرداختم و در سال 1970 درجه دکترا گرفتم. در پی گذروندن یک دوره انترنی در مرکز پزشکی بلو وابسته به دانشگاه نیویورک، به دانشگاه ییل بازگشتم تا دوره رزیدنتی در روانپزشکی رو بگذرونم. پس از پایان این دوره در سمت عضو هیئت علمی وارد دانشگاه پیتسبورگ شدم. دو سال بعد عضو هیئت علمی دانشگاه میامی شدم و به سرپرستی بخش روانشناسی منصوب شدم. در اونجا در زمینه شناسایی عمومی سوء استفاده های بنیادین و روانپزشکی زیستی کار کردم. بعد از 4 سال کار در دانشگاه به رتبه استادیاری روانپزشکی در دانشکده پزشکی ارتقا یافتم و به سمت روانپزشک ارشد در یک بیمارستان بزرگ وابسته به دانشگاه میامی منصوب شدم. تا اون زمان 37 مقاله علمی و فصل کتاب در رشته خودم منتشر کرده بودم. سالها مطالعه و تحقیق منضبط ذهن منو طوری تربیت کرده بود که مانند یک دانشپژوه و پزشک فکر کنم. منو در مسیر تنگ محافظه‌کارانه حرفه‌ای غالب گیری کرده بود. به هر چیزی که نتوان با روش‌های متداول علمی به اثبات رسوند بی‌اعتماد بودم. از برخی از پژوهش‌های فراروانشناسی که در دانشگاه‌های بزرگ کشور انجام می‌گرفت مطلع بودم، اما توجه هم رو جلب نمی کرد. اینها همه از نظر من بسیار بعید و غیر میسر می نمود. آنگاه با کاترین آشنا شدم. برای اون که بتونه بر علائم بیماریش فائق بیاد، به مدت 18 ماه از روش های متداول درمان استفاده کردم. وقتی هیچ روشی فایده نکرد، از روش هیپنوتیزم استفاده کردم. کاترین تونست از طریق قرار گرفتن در حالت خواب مصنوعی خاطرات زندگی‌های گذشته رو به خاطر بیاره که ثابت شد مسبب علائم بیماری اون بوده. او همچنین تونست برای ارسال اطلاعاتی از جانب منابع روحی بسیار متعالی نقش کانال ارتباطی رو ایفا کنه و از طریق اونها بسیاری از اسرار زندگی و مرگ رو آشنا کنه. ظرف 1-2 ماه کلیه نشانه های اختلال از میان رفت و او شادتر و آرومتر از هر زمان دیگه زندگی رو از سر گرفت. هیچ عاملی در زمینه ذهنی من وجود نداشت که منو برای چنین پدیده‌ای آماده کرده باشه. هنگامی که این رویدادها رازگشایی شدن،
مطلقاً شگفت زده بودم. هیچ توضیح علمی برای اون چه اتفاق افتاد ندارم. ذهن آدمی بسیار ورای ادراک ماست. شاید کاترین تحت تأثیر هیپنوتیزم تونسته بود روی اون قسمت از ناخودآگاه ذهن که خاطرات واقعی زندگی‌های گذشته رو در خود ذخیره می‌کنه تمرکز بکنه. شایدم در اون چیزی نفوذ کرده بود که روانکاو کارل یونگ اون رو ناخودآگاه جمعی نامیده. منبع انرژی که ما رو احاطه کرده و حاوی خاطرات جمعی نسل بشره. دانشمندان شروع به جستجوی پاسخ برای این سوالات کردن. ما به عنوان اجتماع از تحقیق درباره اسرار ذهن، روح، تداوم زندگی بعد از مرگ و تأثیر تجربیات زندگی‌های گذشته بر رفتارهای فعلیمون بهره فراوون می‌بریم. پر واضحه که پراکندگی خصوصاً در رشته‌های مانند پزشکی، روانپزشکی، الهیات و فلسفه نامحدوده. به هر حال تحقیقات جدی علمی در این زمینه‌ها در مراحل اولیه است. در جهت آشکارسازی این اطلاعات گام‌های بلندی برداشته شده، اما روند کار کنده و با مقاومت‌های بسیاری از جانب دانشمندان و افراد غیر متخصص روبرو. انسان همواره در طول تاریخ در مواجهه با تغییر و یا پذیرش نظریات جدید از خود مقاومت نشون داده. مجموعه معارف و فرهنگ تاریخی اقوام مملو از این نمونه هاست. هنگامی که گالیله قمرهای مشتری رو کشف کرد، منجمین اون زمان نظرش رو نپذیرفتند و حتی از نگاه کردن به این اقمار خودداری کردند. چرا که وجود چنین اقماری با عقاید از پیش پذیرفته شده اونها مغایرت داشت. این گونه است برخورد روانپزشکان و سایر درمانگرانی که از آزمایش و ارزیابی شواهد قابل ملاحظه‌ای که از حیات بعد از مرگ و خاطرات مربوط به زندگی‌های گذشته به دست اومده امتناع می‌کنند. اونها چشمانشان رو محکم بسته نگه می‌دارن. این کتاب کمک ناچیزی است به تحقیقاتی که در زمینه فراروانشناسی و خصوصاً تجربیات قبل از تولد و بعد از مرگ در دست انجامه. کلمه به کلمه اون چه خواهید خواند حقیقت داره. من هیچ چیز به آن نیفزودم و تنها قسمت‌های تکراری رو حذف کردم. مشخصات شخصی کاترین رو فقط برای حفظ محرمیت اسرار او کمی تغییر دادم. نوشتن آنچه روی داد 4 سال طول کشید. 4 سال برای اون که جرأتم رو جمع کنم، حرفم رو به مخاطره بندازم و این اطلاعات نامانوس رو آشکار کنم. ناگهان یک شب وقتی زیر دوش بودم، ضرورت نوشتن این خاطرات رو احساس کردم. قویاً احساس کردم که زمانش فرا رسیده و بیش از این نباید این اطلاعات رو نزد خودم نگه دارم. درسایی که آموخته بودم داده شده بود تا با دیگران سهیم شم، نه اینکه برای خودم نگه دارم. این دانش از طریق کاترین اومده بود و اکنون باید از طریق من می اومد. می دونستم که این کار هیچ نتیجه ویرانگرتر از پنهان کردن دانسته هایم از فناپذیر بودن انسان و مفهوم حقیقی زندگی نخواهد داشت. از حمام بیرون پریدم و پشت میزم نشستم و انبوه نوارهایی رو که از جلساتم با کاترین ضبط کرده بودم پیش روم قرار دادم. در ساعت اندک صبح به یاد پدر بزرگ مجارم افتادم که در دوران نوجوانی مرده بود. هر وقت بهش میگفتم از مخاطری انجام کاری واهمه دارم، با تکرار عبارت انگلیسی مورد علاقهش به گرمی به من دل میداد. میگفت هرچه باد آباد. فصل اول. اولین باری که کاترین رو دیدم، لباسی به رنگ قرمز روشن پوشیده بود و در اتاق انتظار با حالتی عصبی مجله ورق می‌زد. به وضوح از نفس افتاده بود. 20 دقیقه گذشته رو در راهروی خارج از بخش مطب‌های روانپزشکی قدم زده بود تا بتونه خودش رو متقاعد کنه که از اونجا نگریزه و قرارش رو با من حفظ کنه. به اتاق انتظار رفتم تا از او استقبال کنم. با هم دست دادیم. متوجه شدم که کف دستش سرد و مرطوبه که مؤید اضطراب اون بود.
با اون که دو نفر از همکاران پزشکش که هر دو مورد اعتمادش بودن مؤکداً او رو به ملاقات و استمداد از من ترغیب کرده بودن، دو ماه طول کشید تا شهامت پیدا کنه و با من قرار بذاره و سرانجام اومد. کاترین زنی فوق‌العاده جذابه، با موهای نیمه کوتاه بور و چشمان عسلی. در اون زمان با سمت تکنسین آزمایشگاه در بیمارستانی که من روانپزشک ارشدش بودم کار میکرد و با کار به عنوان مدل برای لباس شنا درآمد اضافی کسب میکرد. اونو به داخل مطبم راهنمایی کردم تا از کنار کاناپه بگذره و به صندلی بزرگ چرمی برسه. در حالی که میز نیمه دایره من ما رو از هم جدا میکرد، مقابل هم نشستیم. کاترین به پشتی صندلیش تکیه داد. ساکت بود و نمیدونست از کجا شروع کنه. من منتظر موندم. ترجیح میدادم نقطه شروع رو خودش انتخاب کنه، اما بعد از چند دقیقه جویای زندگی گذشتش شدم. در همون اولی ملاقاتمون به مرور آشکار شد که اون کیه و چرا به ملاقات من اومده. کاترین در پاسخ به سوالات من داستان زندگیش رو گفت. او فرزند میانی بود و در یک خانواده محافظه‌کار کاتولیک در یکی از شهرهای کوچک ماساچوست بزرگ شده بود. برادرش که 3 سال از او بزرگتر بود، ورزشکار بود و از آزادی‌هایی برخوردار بود که او هرگز به اونها مجاز نبود. خواهر کوچکتر او عزیز کرده ی والدین بود. هنگامی که درباره علائم بیماریش صحبت به میان اومد، به وضوح هیجان زده و عصبی شد. سریع صحبت میکرد، به جلو خم شده و آرنجش رو روی میز تکیه داده بود. زندگیش مملو و از ترسهای مختلف بود. از آب میترسید، اونقدر از خفگی میترسید که حتی جرأت نمیکرد یه قرص فرو بده. از هواپیما میترسید، از تاریکی میترسید و از مردن وحشت داشت. اخیراً ترس ها شدت گرفته بود. برای اون که احساس امنیت بیشتری داشته باشه، اغلب در صندوق خونه ی آپارتمانش میخوابید. معمولاً پیش از اون که خوابش ببره 2-3 ساعت بیدار میموند. وقتی هم که میخوابید سبک و لحظه‌ای میخوابید و اغلب از خواب میپرید. کابوس ها و خوابگردی هایی که در کودکی به سطوحش آورده بود باز میگشت. همچنان که این علائم به طرز روزافزونی اون رو فلج می‌کردند، بیش از پیش افسرده می‌شد. در حالی که کاترین به صحبت‌هاش ادامه می‌داد، می‌تونستم عمق رنج‌هاش رو احساس کنم. در طول سالیان بیماران زیادی مانند کاترین رو در فائق اومدن به ترس‌هاشون یاری داده بودم و لذا اطمینان داشتم که اون رو هم می‌تونم درمان کنم. تصمیم گرفتم از کندوگاف در کودکیش آغاز کنم و به دنبال ریشه های اصلی مشکلاتش بگردیم. معمولاً این نوع درون نگری ها موجب کاهش اضطراب میشه. اگر لازم میشد و اگر میتونست قرص فرو بده، به او داروی ضد اضطراب سبک میدادم تا به او آرامش بیشتری بده. مداوا با داروی ضد افسردگی شیوه استاندارد و مندرج در کتاب‌های پزشکی بود که برای رفع علائمی مانند علائم کاترین مورد استفاده قرار می‌گرفت و من در مصرف مسکن یا حتی داروهای ضد افسردگی برای درمان ترس‌ها و اضطراب‌های مزمن و شدید تردید نداشتم. در حال حاضر اگر هم از این داروها استفاده کنم، به مقدار بسیار کم و به طور موقت خواهد بود. هیچ دارویی نمیتونه به ریشه های این علائم راه ببره. تجربه‌ای که در مورد کاترین و اشخاصی مانند اون داشتم، صحت این نظریه رو به من ثابت کرده. اکنون میدونم که درمان وجود داره، اما نه از طریق سرکوب یا پنهان کردن این علائم. در طی جلسه اول سعی کردم به آرامی به کودکیش اشاره کنم. کاترین در مقابل حیرت من تعدادی از خاطرات سالهای اولیه کودکیش رو به یاد داشت، لذا اونها رو به خاطر سپردم تا بعدها به هیپنوتیزم درمانی به عنوان یک راه میانبر در غلبه بر این سرکوب ها بپردازم. او نتونست هیچ لحظه ی آزاردهنده‌ای رو که در کودکیش رخ داده باشه و بتونه افزایش انواع ترس ها رو در زندگیش توضیح بده به یاد بیاره. در حالی که میکوشید و ذهنیاتش رو بست میداد که به یاد بیاره، تکه هایی از خاطرات پرت و دور افتاده پدیدار شد. وقتی که 5 سالش بود، کسی او رو از روی تخته پرش به داخل استخر شنا هل داده و او ترسیده بود.
اون گفت که حتی پیش از اون حادثه هم به هر حال هرگز در داخل آب احساس راحتی نمی کرده. وقتی کاترین 11 ساله بود، مادرش شدیداً دچار افسردگی شد. به دنبال کنارگیری قریبش از جمع خانواده، لازم شد که او رو نزد روانپزشک ببرند که این امر درمان به وسیله شوک‌های الکتریکی رو در پی داشت. این نحوه درمان موجب شد مادرش به سختی خاطراتش رو به یاد بیاره. این خاطره در مورد مادرش او رو ترسونده بود، اما کاترین گفت به تدریج که مادرش معالجه شد و به حالت اولیه برگشت، ترس‌های او هم زایل شد. پدرش در زمینه اعتیاد به الکل سابقه دیرینه داشت و گاه برادرش ناچار می‌شد پدر رو از میخانه محل به خونه بیاره. میخارگی روزافزون پدر منجر به دعواهای مکرر با مادر میشد که این خود باعث بدخلقی و انزوای مادر بود. به هر حال کاترین این اوضاع رو به عنوان الگوهای پذیرفته شده ی خانوادگی میدید. وضع در خارج از خونه بهتر بود. در دبیرستان با دوستانش بیرون میرفت و به سادگی با دوستانی که اغلبشون رو سالها میشناخت در میامیخت. به هر حال اطمینان کردن به مردم براش دشوار بود، مخصوصا اونهایی که از دایره کوچک دوستانش خارج بودن. مذهب او ساده، مطلق و انکارناپذیر بود. اونطوری بزرگ شده بود که به طرز تفکر و احکام مذهب سنتی کاتولیک ایمان داشته باشه و در واقع هرگز به صحت و اعتبار اعتقاداتش شک نکرده بود. اون اعتقاد داشت که اگر انسان کاتولیک خوبی باشه، با ایمان داشتن و عمل کردن به آیین‌ها صحیح زندگی کنه، به عنوان پاداش به بهشت خواهد رفت. در غیر این صورت به برزخ یا جهنم میره. برزخ به معنای جهان بلا تکلیفی میان بهشت و جهنم. بعدها متوجه شدم که کاترین اعتقادی به زندگی‌های متوالی نداشت و علی‌رغم اینکه مطالب اندکی در مورد هندوها خونده بود، در واقع در مورد این مفهوم چیز زیادی نمی‌دونست. اندیشه زندگی‌های متوالی با آموخته‌های کودکی و ادراکات او مغایرت داشت. او هرگز درباره متون و اسرار مافوق طبیعت مطلبی نخونده و علاقه‌ای هم نداشت. او با اعتقادات خودش احساس امنیت می‌کرد. کاترین بعد از تمام دوره دبیرستان یک دوره 2 ساله فنی رو گذروند و تکنسین آزمایشگاه شد. به اتکای مهارت در حرفه خودش و به تشویق برادرش، شغلی در میامی در یک بیمارستان بزرگ آموزشی وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه میامی دست و پا کرد. او در سن 21 سالگی در بهار 1974 به میامی رفت. زندگی در میامی مشکل‌تر از اون شهر کوچیک بود. با این حال کاترین خوشحال بود که از مشکلات خانوادگی گریخته. کاترین در سال اول اقامتش در میامی با استوارت آشنا شد. او مرد یهودی جذابی بود که با همه کسانی که پیش از اون شناخته بود تفاوت داشت. او پزشکی موفق، نیرومند و سلطه‌جو بود. کشش مقاومت ناپذیری میون اونها وجود داشت، اما رابطهشون سخت و تند و طوفانی بود. همچنان که کاترین به سمت او جذب میشد، در او چیزی وجود داشت که احساسات تند کاترین رو پس میزد و اون رو هوشیار میکرد. در زمانی که کاترین مداوا رو آغاز کرد، وارد 6th سال آشناییش با استوارت شده بود و رابطهشون اگر نگم خوب، حداقل زنده و جوندار بود. با اون که استوارت با او بدرفتاری میکرد و او از دروغها، عهدشکنیها و فریبهاش خشمگین بود، با این حال نمیتونست در مقابلش مقاومت کنه. چند ماه پیش از ملاقات با من، کاترین ناچار شده بود برای برداشتن یک غده خوشخیم در ناحیه تارهای صوتی جراحی بشه. پیش از عمل قدری مضطرب بود، اما هنگام به هوش اومدن به کلی وحشت کرده بود. ساعت‌ها طول کشید تا پرستارا تونستن اونو آروم کنن. بعد از مرخصی از بیمارستان، در صدد یافتن دکتر ادوارد پول برآمده بود. ادوارد پزشک اطفال مهربونی بود که کاترین در مدت کار در بیمارستان با او آشنا شده بود. هر دوی اونها به محض آشنایی با یکدیگر احساس نزدیکی و توافق کرده و برای هم دوستان صمیمی شده بودند.
کاترین آزادانه با ادوارد صحبت کرده و از ترسهاش، از رابطش با استوارت و اینکه احساس میکرده دیگه نمیتونه کنترلی بر زندگیش داشته باشه گفته بود. ادوارد مصر شده بود که کاترین قراری با من بذاره و فقط هم با من قرار بذاره و نه هیچ کدوم از روانپزشکان همکارم. هنگامی که ادوارد به من تلفن کرد تا درباره مراجعه کاترین توضیح بده، گفت با اون که روانپزشکان دیگر هم بسیار معتبرند و درمانگران قابلی هستند، او به دلایلی فکر میکنه که فقط من میتونم حقیقتاً کاترین رو درک کنم. به هر حال کاترین به من تلفن نکرد. 8 ماه گذشت. در گیرودار کارهام به عنوان سرپرست بخش روانپزشکی، تلفن ادوارد به کلی فراموشم شد. ترس ها و اوهام کاترین بدتر شد. دکتر فرانکی کر، رئیس بخش جراحی، سالها بود که کاترین رو میشناخت و هر وقت به آزمایشگاه که محل کار کاترین بود میرفت، با خوشخلقی با هم شوخی میکردن. او اخیراً متوجه اندوه وی شده و حالت تنش رو درش احساس کرده بود. چند بار خواسته بود چیزی بهش بگه اما تأمل کرده بود. یه روز بعد از ظهر فرانک برای تدریس عازم بیمارستان کوچک و دور افتاده بود. در راه کاترین رو دید که با اتومبیل عازم خونش در نزدیکی اون بیمارستان بود. بی هیچ قصد قبلی براش دست تکون داد تا کنار جاده بیسته. از پنجره داد زده بود که میخوام همین حالا به ملاقات دکتر وایس بری، تأخیرم نکنی. با اون که جراحان اغلب خلق و سایه عمل می کنند، حتی فرانک از لحن مؤکد خودش تعجب کرد. اضطراب ها و حملات ترس کاترین چه از نظر تکرار و چه از نظر طول مدت افزایش یافته بود. او اغلب 2 کابوس تکرار شونده می دید. در یکی از اونها در حال رانندگی از روی یک پل بود. پل خراب می شد و اتومبیلش داخل آب سقوط می کرد و او گرفتار می شد و در حال غرق شدن بود. در کابوس دومی در تاریکی مطلق یک اتاق محبوس شده بود. سکندری می‌خورد و روی چیزهای مختلف می‌افتاد و نمی‌توانست راه خروج را پیدا کند. سرانجام به دیدن من آمد. هنگام اولین جلسه درمانم با کاترین هیچ نمی‌دانستم که زندگیم زیر و رو خواهد شد. که آن زن وحشت زده و آشفته که در آن سوی میز اتاقم نشسته بود، یک کاتالیزور خواهد بود و من دیگر هرگز آن فرد قبلی نخواهم بود. فصل دوم. 18 ماه روان درمانی فشرده و متمرکز گذشت، در حالی که کاترین هفته 1-2 بار با من قرار ملاقات داشت. او بیمار خوبی بود، حرف می زد، استعداد درون بینی داشت و بسیار مشتاق بهبودی بود. ما در طول آن دوران احساسات، افکار و رویاهای او را کشف کردیم. شناخت الگوهای رفتاری تکرار شونده به او درکی درون بینانه داده بود. او جزئیات تعیین کننده بیشتری رو درباره گذشتش به خاطر آورد. مانند غیبت پدر ملوان و سوداگرش از خانه و طغیانهای گاه و بیگاه و خشونت آمیز او بعد از مصرف بیش از حد الکل. درباره رابطه متلاطمش با استوارت چیزهای بیشتری درک کرد و خشم خود رو به طرز مناسبتری ابراز میکرد. فکر میکردم تا اون زمان باید بهبود یافته باشه. بیمار هنگامی که تأثیرات ناخوشایند گذشته رو به خاطر میاره، وقتی یاد میگیره الگوهای رفتاری نابهنجار رو بشناسه و اصلاح کنه و وقتی درون بینی میآموزه و مشکلاتش رو از چشماندازی وسیع‌تر و جدا از خود میبینه، تقریبا همیشه در این مرحله درمان میشه. اما کاترین درمان نشده بود. حملات استراب و دلهوره هنوز آزارش می داد. کابوس های زنده و تکرار شونده همچنان ادامه داشت و او هنوز از تاریکی، از آب و از محبوس شدن در وحشت بود. خوابش هنوز تکه تکه بود و تجدید قوا نمی کرد. تپش نامنظم قلب پیدا کرده بود. همچنان از مصرف هر داروی خودداری می کرد و هنگام فرو دادن قرص حالت خفگی به او دست می داد. احساس می کردم به دیواری رسیدم و با وجود تمام تلاشی که کردم، دیوار اونچنان بلنده که هیچ یک از ما نمی تونیم از اون عبور کنیم. اما همراه با احساس ناامیدی، حس قاطعی هم در من به وجود آمد. به هر ترتیب عزمم را جزم کرده بودم تا به کاترین کمک کنم. و آنگاه چیز غریبی اتفاق افتاد.
با اون که از پرواز با هواپیما به شدت وحشت داشت و هنگام به پرواز ناچار میشد به طرق مختلف به خودش جرأت بده، در بهار 1982 به همراه استوارت به یک کنفرانس پزشکی در شیکاگو رفت. در مدتی که اونجا بودن او را وادار کرد با هم از نمایشگاه مصری در یک موزه هنری دیدن کنند. به همراه یک تور با راهنما از این موزه دیدن کردند. کاترین همیشه به اشیاء ساخته شده در مصر باستان و بازسازی عتیقه‌های مربوط به اون زمان علاقه‌مند بود. او محقق نبود و هرگز درباره تاریخ اون دوران مطالعه نکرده بود، اما به هر حال آن قطعات به نظرش آشنا می‌رسیدند. هنگامی که راهنمای تور داشت درباره بعضی از اشیاء نمایشگاه توضیح می‌داد، کاترین ناخودآگاه شروع به اصلاح توضیحات او می‌کرد. و حق هم با او بود. راهنما حیرت زده شد. کاترین مبهوت شد. او این چیزها را از کجا می‌دونست؟ چرا به این شدت احساس می‌کرد که حق با اونه؟ آنچنان مطمئن از خود که جرأت کرده بود راهنما را در ملأ عام اصلاح کنه؟ شاید این خاطراتی فراموش شده از دوران کودکیش بود. در قرار بعدی منو از اتفاقی که افتاده بود مطلع کرد. ماها پیش از اون درمان به وسیله هیپنوتیزم رو به اون پیشنهاد کرده بودم، اما اون میترسید و مقاومت میکرد. اکنون به دلیل تجربه‌ای که در نمایشگاه مصر یافته بود با بیمیلی پذیرفت. هیپنوتیزم ابزار شگفت‌آوریه که به بیمار کمک میکنه حوادث فراموش شده در گذشته‌های دور رو به خاطر بیارن. هیچ راز و رمزی نداره، فقط قرار گرفتن در وضعیت تمرکز فشرده است. تحت راهنمایی یک هیپنوتیزم کننده تعلیم دیده بدن بیمار آروم میگیره و خاطرات به وضوح آشکار میشن. من صدها بیمار رو هیپنوتیزم کرده بودم و دیده بودم که در تخفیف اضطراب از بین بردن ترس‌های بیمارگونه، تغییر عادت مضر و کمک در فراخوانی خاطرات سرکوب شده مؤثره. در مواردی توانسته بودم بیمار رو به دوران اولیه کودکیش برگردونم، حتی به 2 یا 3 سالگی، و به این ترتیب خاطرات دوری مربوط به شوک‌های روانی فراموش شده‌ای که زندگیشون رو مختل می‌کرد از اون میان بیرون بکشم. مطمئن بودم که هیپنوتیزم به کاترین کمک خواهد کرد. به کاترین دستور دادم روی کاناپه دراز بکشه، چشماشو ببنده و سرش رو روی بالش کوچیکی بذاره. ابتدا روی تنفساش تمرکز کردیم. با هر بازدم تنش‌ها و اضطراب‌های انباشته شده ای رو تخلیه می‌کرد و با هر دم باز هم بیشتر آرام می‌گرفت. بعد از چند دقیقه که به این ترتیب سپری شد، به او گفتم مجسم کنه که عضلاتش بیش از پیش در حال شل شدن هستن. اول عضلات صورت و آرواره‌ها، گردن و شونه، دست‌ها، پشت و عضلات شکم و بالاخره پاها. او احساس میکرد که همه بدنش در عمق هرچه بیشتر در کاناپه فرو میره. بعد به او گفتم که یک نور سفید و درخشان رو در بالای سر و داخل بدنش تصور کنه. بعد در حالی که نور رو به آرامی در تمام بدنش پخش میکردم، یک یک عضلات، عصبها، اندامها و کل بدنش به آرامش کامل رسیدن و او رو به وضعیت هرچه عمیق‌تر آرامش رسوندن. او بیش از پیش احساس خواب‌آلودگی و آرامش کرد. سرانجام به دستور من نور سراسر بدنش را در خود گرفت و بر او مستولی شد. به آرامی از 10 تا 1 به طور معکوس شمردم. با هر شمارش او به وضعیت عمیق‌تری از آرامش فرو می‌رفت. حالت خواب مصنوعی او عمیق‌تر شد. او میتوانست روی صدای من تمرکز کنه و همه صداهای زمینه رو حذف کنه. با رسیدن به شماره 1 به آرومی به وضعیت هیپنوتیزم عمیق رسیده بود که این روند 20 دقیقه طول کشید. بعد از چند لحظه من اونو به عقب بردم. از او خواستم خاطرات مربوط به سالهای اولیه زندگی رو به خاطر بیاره. در حالت باقی موندن در وضعیت بسیار عمیق هیپنوتیزم قادر بود صحبت کنه و به سوالات من پاسخ بده. اون تونست خاطری دردناکی رو در مطب دندون پزشکی مربوط به سن 6 سالگی به خاطر بیاره.
او خاطره ترسناکی رو مربوط به سن 5 سالگی که اون رو از روی تخته پرش به داخل استخر شنا هل داده بودن به وضوح به خاطر آورد. در اون زمان با فرو دادن مقداری آب به او حالت تهوع و خفگی دست داده بود و هنگامی که در مطب من حرفش رو میزد شروع به استفراغ کرد. به او گفتم که اون تجربه تموم شده و او از آب بیرون اومده، تهوع تموم شد و او تنفسهای عادی خود رو از سر گرفت. او هنوز در حالت خلسه ناشی از خواب مصنوعی عمیق بود. در سن 3 سالگی بدترین حادثه زندگیش رخ داده بود. به خاطر آورد که در اتاق تاریک خودش بیدار شده و فهمیده که پدرش تو اتاقه. در اون لحظه دهان پدر بوی الکل میداد و کاترین اون بو رو همکنون نیز استشمام میکرد. او به کاترین دست زد و همه قسمت‌های بدنش رو لمس کرد. او ترسیده بود و به گریه افتاد و پدر با دست زمختش جلوی دهن اونو گرفت. او نمیتونست تنفس کنه. کاترین 25 سال بعد روی کاناپه مطب من به گریه افتاد. احساس کردم حالا اطلاعات لازم رو به دست آوردیم. کلیدی که قفل رو باز میکرد. من مطمئن بودم که علائم بیماریش به سرعت و به وضوح از میان میره. به ملایمت به او گفتم که این تجربه پایان یافته. گفتم که دیگه در اتاق تاریکش نیست، بلکه به آرومی در حال استراحته. هنوز در خلسه بود. گریش بند اومد. او رو در زمان به جلو بردم و به زمان حال برش گردوندم. بیدارش کردم و به او دستور دادم بعد از بیرون اومدن از هیپنوتیزم همه چیزهایی رو که به من گفته بود به خاطر بیاره. بقیه وقت جلسه رو صرف بحث درباره خاطری زنده و ناگهانی لطمه‌ای که از پدرش دیده بود کردیم. کمکش کردم این دانستنی تازه رو بپذیره و تکمیل کنه. اکنون او میتونست رابطه با پدرش، واکنش‌های او نسبت به خودش، انزوا طلبی وی و ترسی رو که خودش نسبت به او احساس می‌کرد درک کنه. هنگامی که از مطبم بیرون می‌رفت هنوز می‌لرزید، اما می‌دونستم شناختی که کسب کرده ارزش این عذاب گذرا رو داشت. در شور و هیجان کشف خاطرات دردناک و عمیقاً تأثیرگذار او به کلی فراموش کردم به دنبال ارتباط احتمالی میان کودکی او و دانشی که در مورد اشیاء ساخته شده در مصر باستان داشت برگرد. اما حداقل درباره گذشتش شناخت بیشتری یافته بود. او تعداد زیادی از رویدادهای وحشت‌آور رو به خاطر آورده بود و من بهبود چشمگیر رو در علائم بیماریش انتظار می‌کشیدم. علی‌رغم این آگاهی‌های تازه، هفته بعد گزارش کرد که علائمش همچنان بر جای خود باقی‌اند و به همون وخامت همیشگی. تعجب کردم. نمی‌فهمیدم اشکال کار در کجاست. آیا پیش از 3 سالگی هم ممکن بود اتفاقی افتاده باشه؟ دلایلی که ما برای ترس از خفگی، از آب، از تاریکی، از گرفتار شدن یافته بودیم از کافی هم بیشتر بود و با این حال ترس‌های سوراخ کننده و علائم و اضطراب‌های غیرقابل کنترل همچنان لحظات بیداری او را تباه می‌کردند. کابوس‌هاش مانند گذشته وحشت‌آور بودند. تصمیم گرفتم اونو باز هم به عقب‌تر برگردونم. کاترین در حال هیپنوتیزم با نجوایی آهسته و سنجیده حرف می‌زد. به همین دلیل من می‌تونستم حرف‌هاشو کلمه به کلمه بنویسم و مستقیماً از او نقل قول کردم. وقفه‌ها نمایانگر تأمل در گفتار خود اوست، نه حذف کلمات و نه ویرایش من. بعضی موضوعات تکراری در اینجا حذف شدند. به آرامی اونو به سن 2 سالگی برگردوندم، اما هیچ خاطره خاصی به یادش نیومد. به نرمی و وضوح به او دستور دادم به زمان شروع این علائم برو. من اصلاً آمادگی اون چرا که در پی میومد نداشتم. پله‌های سفیدی رو میبینم که به یه عمارت منتهی میشن. یه عمارت بزرگ و سفید با ستونای بزرگ که قسمت جلوش بازه. دروازه وجود نداره. من لباس بلندی پوشیدم، لباسی کیسه مانند که بافته شده از الیاف ضخیم. موهام بافته است، موهای بلند بو. گیج شده بودم،
نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. ازش پرسیدم چه سالیه، نامش چیه؟ آروندا، 18 سالمه. در جلوی عمارت یه بازارچه میبینم. سبدا رو به دوش میگیرن. ما توی دره زندگی میکنیم، آب نداریم. سال 1863 پیش از میلاد مسیحه. منطقه لمیزره و داغ و شنیه. اونجا یه چاهه، رودخونه ای نیست. آب از کوه به دره سرازیر میشه. بعد از اون که جزئیات بیشتری از مکان نگاری اون ناحیه رو توصیف کرد، ازش خواستم چند سال بره جلو و به من بگه چی میبینه. در اینجا درخت و جاده سنگیه. آتیشی میبینم که روش چیزی میپزن. موهام بوره. لباس بلند و زمختی به رنگ قهوه‌ای پوشیدم و صندل به پا دارم. 25 سالمه. یه فرزند دختر دارم که نامش کلیستراست. اون راشله. در این زندگی راشل برادرزاده اونه و اونا همیشه رابطه بسیار نزدیکی با هم داشتن. هوا خیلی داغه. وحشت کرده بودم. عضلات شکمم منقبض شده بود و احساس میکردم اتاق یخ کرده. تجسمات و بازخونی های اون بسیار قطعی به نظر میرسید. حرفاش مطلقاً محتاطانه نبود. اسامی، تاریخ‌ها، لباس‌ها، درخت‌ها و همه و همه بسیار به وضوح دیده می‌شدند. اینجا چه خبر بود؟ چجوری ممکن بود فرزندی که اون زمان داشت در این زمان برادرزادش باشه؟ من گیج‌تر شدم. من هزاران بیمار روانی رو تحت درمان گرفته بودم. بسیاری رو هیپنوتیزم کرده بودم و تاکنون حتی در رویاهاشون هم به چنین خیالاتی برنخورده بودم. از او خواستم پیش بره و به زمان مرگش برسه. نمیدونستم با کسی که در بهبوهه چنین تخیلات یا خاطرات صریح و روشنی قرار داره چجوری باید مصاحبه کنم. اما من گوش به زنگ رویدادهای آزاردهندهی بودم که اساس ترسها و علائم حاضر او باشه. حوادث هول و هوش تاریخ مرگ میتونستن مشخصا زخم زننده باشن. ظاهرا یک سیل یا خیزاب جزرومدی داشت دهکده رو نابود میکرد. موجای بزرگی درخت ها رو میشکنن. جایی برای فرار نیست. سرده، آب سرده. باید بچم رو نجات بدم اما نمیتونم. باید اونو محکم بچسبم. غرق شدم. آب خفم میکنه. نمیتونم نفس بکشم. نمیتونم قورت بدم. آب شور. بچه از آغوشم جدا شد. کاترین نفس میزد و در تنفس اشکال داشت. ناگهان بدنش کاملا آروم گرفت و تنفسهاش عمیق و عادی شد. ابرا رو میبینم. بچم پیش منه. بقیه اهالی دهکده هم همینطور. برادرم رو میبینم. متحیر بودم. زندگی گذشته، بازگشت مجدد به جسم. ذهن پزشکیم به من میگفت که اون این چیزها رو تصور نمیکرده، از خودش در نیاورده. افکارش، بیانش، توجهش به جزئیات خاص همه مقایر با حالت خودآگاه او بودند. کل حدود و حیطه ممکنات تشخیصهای روانپزشکی از ذهنم گذشت، اما نه وضعیت روانی و نه ساختار شخصیتی او این رازگشایی رو توضیح نمیداد. جنون ادواری؟ نه، او هرگز نشانی از اختلال در ادراک یا تفکر نداشت. او هرگز دچار توهم شنوایی به صورت شنیدن اصوات یا توهم بصیری در بیداری یا هر جور حوادث ضمنی روانی نشده بود. او دچار توهم نمی‌شد یا ارتباطش را با واقعیات از دست نمی‌داد. او شخصیت دوگانه یا دوبخشی نداشت. تنها یک کاترین وجود داشت و ضمیر خودآگاهش از این واقعیت کاملا آگاه بود. در او هیچ گونه تمایل به اجتماع گریزی یا اجتماع ستیزی وجود نداشت. بازیگر نبود. هیچ نوع دارو یا مواد توهمزا مصرف نمی کرد. الکل هم مصرف نمی کرد. به هیچ نوع بیماری عصبی یا روانی که بتونه این تجربیات ناگهانی و زنده حین هیپنوتیزم رو توجیه کنه مبتلا نبود. اینها نوعی خاطرات بودند، اما از کجا؟ واکنش ناخودآگاه من این بود که بر پدیده‌ای لغزیدم که دربارش بسیار کم می‌دونم.
بازگشت به جسم و خاطرات زندگی های گذشته. به خودم گفتم ممکن نیست. ذهن تعلیم دیده علمیم مقاومت میکرد. با این حال چنین چیزی وجود داشت، درست در مقابل چشمانم. نمیتونستم توضیحش بدم، نمیتونستم واقعی بودنش رو انکار کنم. با لحنی کمتر عصبی اما مجذوب آنچه در حال وقوع بود گفتم ادامه بده، آیا چیز دیگه ای بیاد میاری؟ او تکه هایی از دو زندگی دیگر را به خاطر آورد. لباس سیاهی با بند سیاه به تن دارم. روی سرم هم یه نوار سیاهه. موهام تیره است با رنگای خاکستری. سال 1756 بعد میلاده. من اسپانیایی هستم. اسمم لویزاست و 57 سالمه. دارم میرقصم. دیگران هم دارن میرقصن. من بیمارم، تب دارم، عرق سرد. خیلی از مردم بیمارن، مردم دارن میمیرن، دکترها نفهمیدن که از آبه. اونو در زمان به جلو بردم. من خوب میشم اما سرم هنوز درد میکنه. هنوز سر و چشمام در اثر تبی که از آب اومده درد میکنه. خیلی ها میمیرن. بعدها به من گفت که در اون زندگی فاحشه بوده، اما اینو به کسی نگفته چون خجالت میکشیده. ظاهراً تحت تأثیر هیپنوتیزم هم کاترین میتونست برخی از خاطراتی رو که به من منتقل میکرد سانسور کنه. از اونجا که کاترین برادرزاده خودشو توی زندگی باستانی بازشناخته بود، ناخودآگاه از او پرسیدم که آیا من در هیچ یک از زندگی‌های گذشتش حضور داشتم؟ کنجکاو بودم بدونم در یادآوری او نقشی هم دارم. اگه دارم اون نقش چیه؟ برعکس دفعات قبل که کند و با طمأنینه به خاطر می آورد، به سرعت پاسخ داد: تو معلم منی، روی تاقچه نشستی، از روی کتاب به ما درس میدی. تو پیری و موات خاکستریه، لباس سفیدی، چیزی شبیه به لباس یا ردای رسمی قضات با حاشیه طلایی. اسم تو دیوژنه. تو به ما نشونه ها و مثلث ها رو یاد میدی. تو بسیار عاقلی اما من نمیفهمم. الان سال 1568 قبل از میلاده. این تقریبا 1200 سال قبل از دوران فیلسوف معروف پیرو مکتب کلبیون دیوژنه. این نام در یونان باستان متداول بوده. جلسه اول پایان یافته بود. جلسات شگفت‌انگیزتری در راه بود. بعد از اینکه کاترین رفت و طی چند روز بعد روی جزئیات بازگشت به گذشته به کمک هیپنوتیزم به دقت فکر کردم. تعمق کردن عادت من بود. از کمترین جزئیات مربوط به یک ساعت درمان عادی هم نمی گذشتم و با اشتیاق فراوون به تجزیه و تحلیل ذهنی اون می پرداختم. چه برسه به این جلسه که اصلا عادی نبود. علاوه بر این من نسبت به نظریه زندگی بعد از مرگ، بازگشت به جسم، تجربیات خارج از جسم و پدیده های مربوط به اون بسیار شکاک و بدبین بودم و بالاخره بخش منطقی وجود من می اندیشید. ممکنه خیالات او باشه. در عمل نخواهم توانست هیچ یک از جلسات یا تجسمات او رو ثابت کنم، اما ضمناً هرچند به ابهام افکاری ژرف‌تر که بار احساسی کمتری هم داشت از ذهنم می گذشت. این افکار به من می گفت ذهنت رو باز نگه دار. علم حقیقی با مشاهده آغاز میشه. خاطرات او شاید خیال یا تصور نباشه. ممکنه چیزهایی باشه که چشم نتونه ببینه و حواس دیگر نتونن احساس کنن. ذهنتو باز نگه دار و اطلاعات بیشتری کسب کن. فکر مزاحم دیگری هم داشتم. آیا ممکن بود کاترین که اونقدر مستعد اضطراب و ترس بود دوباره حاضر بشه تن به هیپنوتیزم بده؟ تصمیم گرفتم به او تلفن نکنم. بذارم اونم این تجربه رو هضم کنه. تا هفته بعد صبر می کردم.